بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان بردامه های خبری تحلیلی امشب پنجشنبه سیوم ماه مهر ایرانی را نیز میگوشاییم با برگ تازه ای از دفتر صفحه یک که همچون همه شب مروری خواهد داشت بر سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده در روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند عنوان برگزیده و پر انتشار در روزنامه های پرشمارگان کشور باستاب با گسترده ی توافق مشروط علی خامنه ای در مکتوب به حسن روحانی انتشار دور تازه ای از پیام های محرمانه ی مقامات امنیتی آمریکا از سوی ویکلیکس حول فرایند مذاکرات هسته ای ایران با غرب موجی از واکنش های منطقه و فرامنطقه نسبت به سفر بشار اسد به مسکو با انتقاد شدید ایالات متحده آمریکا علیه کرملین تصویب وام 60 میلیون تومانی شورای پول و اعتبار ایران برای گردش بازار مسکن و خروج از رکود این عرصه از بازار ایران و شیوع گسترده بیماری وبا در همسایگی ایران کشور بحران زده عراق اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه سیوم ماه مهر ایرانی برابر با 22 ماه اکتبر سال 2015 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما هم میهنان و عزیز و بینندگان گرامی خواهد رسید همان گونه که پیش بینی میشد و البته در برنامه آن سوی خبر دیشب نیز به طور تفصیلی به اطلاع شما عزیزان رسید تایید مشروط برجام از سوی آیت الله علی خامنه ای بر صدر تمامی رسانه های امروز تهران نشست نکته جالب توجه که در تنظیم مطلب مذکور و چیدمان واژگان در تیترها نوعی دو دستگی آشکار میان دو طیف جریان حاکم در عرصه سیاست ایران مشهود است در حالی که روزنامه های کیهان و وطن امروز دو روزنامه افراطی نزدیک به دیدگاه های رهبری ایران از نامه خامنه ای خوشنود بودند و مقصود خود می جستند. اما در سوی دیگر روزنامه های اردوگاه اصلاح طلبان با نوعی سکوت و بدون سر و صدای همیشگی از موضوع عبور کردند ضمن آنکه تایید مشروط با برجام در واقع تیتر مشترک بیشتر روزنامه های منتصب به کمپه دولت بود چند نمونه از روزنامه های دو سوی پیشخان سیاست ایران امروز را با هم میخوانیم روزنامه روزان که به جمعی از اصلاح طلبان عهد خاتمی نزدیک است از آن به عنوان دستورات نهگانه برجامی رهبری یاد کرد و یا روزنامه بهار روزنامه نزدیک به جریان پیشین جبهه مشارکت ایران که همگی به دولت سید محمد خاتمی نزدیکند از این نامه تایید حد اکثری استنباد کرد که میبینید با دو واژه و تصویری مملو از مهر خامنه ای به روحانی نوشت تایید برجام البته سیاست روزنامه بهار همواره در صدد کاهش شکاف در دو قطب قدرت به نظر میرسد و به منظور البته ترمیم شقاق های حاصله میان اصلاح طلبان با نهاد رهبری است که تا از چرخه قدرت به طور کامل حذف نشوند ورق میزنم و ادامه میدهم سایر روزنامه های امشب رو دیگر روزنامه های میان رو و یا تحولخواهان همچون روزنامه شرق و روزنامه ایران ارگان دولت روزنامه اطلاعات روزنامه میان روی نزدیک به رهبری ایران و دو روزنامه تا حدودی همسان اعتماد و ابتکار همگی با عبارت مشترک و مشابه تایید مشروط برجام سفارایی شدند در این میان اما روزنامه های دست راستی نزدیک به نهادهای تندروی وابسته به نهاد رهبری همچون روزنامه جوان و یا کیهان و رسالت همچون همیشه مشی دیگری داشتند. کیهان مؤسسه مطبوعاتی وابسته به نهاد رهبری ایران تمام نیم صفحه اصلی را با تصویر آیت الله علی خامنه ای آراست و ایشان را به خاطر این مکتوب مشروط فرزند آشورا خواند. کیهان و حسین شریعتمداری مداری که این نامه را تاریخی توصیف کرده بودند معتقد بودند که فرزند آشورا یعنی علی خامنه ای نقش آمریکا را به تعبیر اینان نقش براب کرد و یا روزنامه وطن امروز نزدیک به جمعی از مردان دولتهای نهم و دهم با تصویری صوفی صفتانه از انگشتری و عبا و ردای علی خامنه ای با تک کلمه پادزهر تیت خورد که یا هیئت تحریه این روزنامه معتقد بودند که نامه خامنه ای و ابلاغ الزامات نهگانه در این مکتوب حفره های خسارتبار و گریزگاه های لغو تحریم ها را مسدود کرد در هر روی فارغ از خانش های مختلف منتشره در روزنامه امروز نتیجه نهایی تحلیل الزامات مذکور در روی کردی دیگر نیست قابل بررسی است و گویا میتواند تواند این گونه باشد که اصل موضوع مصوب شد و هدف اصلی کلیت نظام برای دستیابی به یک توافق اتمی محقق گردید و برجست سازی از مواردی از این دست همچون سایر مورد پیشینی مثل تهدید خامنه ای به عبور از خط قرمزها از جمله تأکید خامنه ای بر عدم مجوز از بازرسی ها از مراکز نظامی و پارچین صرفا گویا این بحث مصرف داخلی داشته و گویا این مکتوب مشروط اخیر برای آرام و راضی نگه داشتن لایه های تندروی داخلی بوده است. کماکان بیننده برنامه شامگاهی خبری تحلیلی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با آخرین و مهمترین منتشره های روزنامه های امروز پنجشنبه. نظر به اینکه فردا جمعه روز تاسوعای شیعیان است تمامی روزنامه ها در صفحه بندی هایشان با لوگوهای سیاه و یا با ذکر مصائب و تصاویر مرتبط سفارایی شدند و حتی حسن روحانی را رو در حال سینه زدن نشان میدهند در این میان روزنامه ها نیز تا حدودی با انتخاب عبارات, های عبارات خاص خود در پی نشر اندیشه های خود کوشیدند در حالی که روزنامه های ایدئولوژیکی و دستراستی همچون خراسان و قدس و رسالت و یا تا حدودی روزنامه جهان صنعت و سایر روزنامه ها که صرفاً با عباراتی همچون باز این چه قوقا و شورش است که در خلق عالم است و یا سلام و درود معمولی به امام سوم شیعیان بسنده کرده بودند روزنامه هایی نیز با این مناسبت و با بازی های سیاسی کردند از جمله روزنامه رادیکال سیاست روز ضمن آنکه تیتر اصلی را با واژگان قرمز با دو کلمه تایید مشروط آراست در ستون دوی این روزنامه با عبارتی تعن آمیز از وضعیت سیاسی موجود نوشت که امام حسین شرمنده که درس کربلا را خوب نخواندیم و البته در این میان روزنامه قانون خانش دیگری از واقعه ارائه کرد که آن هم به لایه های تندرو و افراتی موجود در نظام فقها ها تعنه و به نقل از متحری از قیاس از قیام روشنبینی علیه ظاهربینی نوشت فراغ میزنیم با موضوعات برگزیدی دیگر و روزنامه های دیگر بشار و پوتین و دیدار غیر مترقبهشان در کرملین نیز حضور پررنگی در تمامی روزنامه های امروز تهران داشت هم در ستون سرمقاله ها و یادداشت ها و هم در عناوین اصلی از جمله روزنامه جوان ارگان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران با درج تصویری همدوشانه از پوتین و بشار از آن به عنوان پیام استحکام اسد از مسکو یاد کرده بود بهار نیز بخشی از سفر را به این موضوع اختصاص داد و از سفر خارجی و اسد پس از پنج سال یاد کرد روزنامه ای ایران ارگان دولت یکی از مطالب اصلی شماره امروز را به این موضوع اختصاص داد و از آن به عنوان اسد در خانه متحد روسی یاد کرده بود همان گونه که در بخش‌های مختلف خبری به آگاهی شما

اریک شولز سخنگوی کاخ سفید گفت اسد کسی است که علیه مردم خود از سلاح شیمیایی استفاده کرد و ما استقبال از او با فرش قرمز را مقایر هدف اعلام شده ی روسیه برای انتقال سیاسی در سوریه میدانیم سفر آقای اسد که سه شنبه انجام شد سه هفته پس از شروع عملیات هوایی روسیه در سوریه علیه پیکارجویان دولت اسلامی و سایر نیروها صورت گرفت آقای اسد در این سفر سریحاً قدردانیش از مداخله ارتش روسیه در جنگ داخلی کشورش را بیان کرد ایشان گفت که مداخله روسیه مانع گسترش بیشتر و زیان بیشتر تروریسم در سوریه شده است آقای پوتین نیز در این گفتگوی دو جانبه گفت که مسکو امیدوار است امکان دستیابی به یک راه حل بلند مدت بر اساس یک فرایند سیاسی با شرکت همه نیروها و گروه‌های قومی و مذهبی به وجود آید. از روسیه و سوریه گامی جلوتر به اراق می می‌رویم که پس از بحران‌های جنگ و نیروهای داعشی در این کشور همسایه همینک وبا به سراغ این مردم آمده است. های زیادی نیز با نگرانی در ایام محرم که عمدتا ایرانیانی به دو شهر شیعه و مذهبی کربلا و نجف آمده شد می به انتشار این موضوع پرداختن از جمله روزنامه شهروند با اشاره به شیوی گسترده وبا در عراق به نقل از وزارت بهداشت این کشور خبر داد که موارد ابتلا به وبا در عراق افزایش یافت سازمان ملل نیز دیروز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 1600 مورد بیمار مبتلا به وبا در طول ماه گذشته در عراق شناسایی شده وزیر بهداشت اراق نیز در گزارش جداگانه از ابتلا دست کم 1800 نفر به بیماری وبا و مرگ 6 تن از آنها خبر داد به گفته این مقام بهداشتی این بیماری در حال حاضر به منطقه کردستان در شمال اراق هم سرایت کرده است سازمان ملل اعلام کرد که دلایل عمده شیوع وبا در اراق خرابی سیستم های منابع آب و کمبود کلور برای عرضه آب پاکیزه است همچنان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با مهمترین و تازهترین مطالب برگزیده از روزنامه های امروز پنج شنبه فشارها و محدودیت ها در شهر شبکه ها و شبکه های اجتماعی میرود که به یک بحران دولتی در ایران تبدیل شود خاصه پس از افشایگری مدیر اپلیکیشن پرطرفدار تلگرام در ایران که یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در ایران است همچنان تمامی روزنامه ها به این موضوع واکنش گسترده نشان میدهند. از جمله روزنامه ابتکار در دو مطلب به این موضوع پرداخت در گزارشی با عنوان اسباب کشیهای اجباری به بهانه فیلترینگ دو ساعته ی تلگرام گزارش داد که تعدادی از سایت های معاند نظام اقدام به راهندازی کانال در تلگرام کردن اقدامی که میتوان به زم اینان آن را در راستای پروژه نفوذ دشمن نیز ارزیابی کرد لازم به توضیح که به استحضار بینندگان عزیز ایران فردا برسانم که شبکه تلویزیونی ایران فردا نیز در هفته گذشته در این شبکه اجتماعی یعنی تلگرام همرسانی شده بود که بسیاری نیز مورد استقبال همیهنان واقع شد که متاسفانه کمتر از ده روز این شبکه فیلتر شد روزنامه ابتکار در یادداشت اصلی شماره امروز خود با عنوان در نگاه به شبکه های اجتماعی چشم هایتان را بشویی در نقد به سیاست های حاکم در جمهوری اسلامی ایران نسبت به اینترنت و شبکه های اجتماعی معتقد بود که تصمیم گیری در مورد فیلترینگ این شبکه ها یک مرجع مشخص و واحد ندارد و هر کسی در این زمینه دستی در آتش دارد خود را محق می داند که در این باره اظهار نظر کند. در این میان آنچه فراموش می شود به زمین روزنامه ابتکار نگاه مردم به ماجرا است مردمی که با مورد توجه قرار گرفتن یک شبکه اجتماعی به آن روی آوردند ارتباطات خود را بر مبنای آن ساخته یا بازسازی کردند و حتی گاه اهدافی فراتر از ارتباطات ساده مانند اهداف اطلاع رسانی و اقتصادی را بر اساس آن تعریف کردند نویسنده روزنامه تحولخواه ابتکار در پایان این نوشتار نتیجه گرفت که استفاده از تلگرام به ویژه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم ده قابل توجه است و بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس و کاندیداهای احتمالی انتخابات آتی و نیز جریانهای رسانه‌ای و تبلیغاتی پشت سر آنها یکی از محورهای اصلی و اساسی ارتباطی تبلیغی خود را بر محور تلگرام بنا کردن ورق میزنم با روزنامه دیگر و موضوع دیگر روزنامه شرق موضوع اصلی را به نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا اختصاص داد شرق در یک گزارش تحلیلی با طبقه بندی دو طیف کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا در دور بعدی نوشت از مجموع 22 کاندیدای جمهوری خواه و دموکرات 18 نفر از آنها مخالف توافق هسته ای ایران و فقط چهار نفر آنها موافق هستند. هیچ نامزد جمهوری خواهی موافق توافق نیست. همه کاندیده های دموکرات به غیر از یک نفر با توافق موافق هستند. کاندیداهای های ریاست جمهوری آمریکا توافق را به شیوه های متفاوتی توصیف کردند. برخی آن را تخدیر و برخی دیگران را از جمله احمقانه ترین زمان خواندند برخی آن را عاملی برای پیشگیری از جنگ و دیگرانی آن را عامل افزایش احتمال برخورد توصیف کردند و دیگران که برخی خوب بودن آن را منوط به وجود یک راستی آزمایی محکم و سخت دانستند <applause> 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 تلگرام و قوانین ایران داشتی بود از نوید رجایی پور در روزنامه میان روی شرق منتشر شد و از فیلترینگ تلگرام به نحوی نرم دفاع کرد این بار این کارشناس فضای مجازی با طرح این سوال که باید قوانین کشورهای مختلف را در دهکده جهانی محترم دانست و یا محترم شمرد معتقد بود که سرویس دهنده ها بایستی قوانین کشورهایی که در آن فعال هستند را بپذیرند و متناسب با آن بردم ریزی کنند. سوتو نویس روزنامه شرق در دفاع فیلترینگ و شبکه اجتماعی میپرسید چرا تصور میکنیم که تمام فعالیت ها در شبکه اجتماعی فعالیت سیاسی است؟ و طرف خارجی این فرض را میگذارد که دولت میخواهد جاسوسی کند که اشاره بود به اظهارات سریح مدیر تلگرام که گفت جمهوری اسلامی از اینا خواسته بود که جاسوسی صورت بگیره آیا مسئولان این گونه نرم افزارها رفتارهای غیر اخلاقی در کشور خودشان را هم بدون مانع میدانند آیا قانون در کشور آنها اجازه هر نوع فعالیت آزادانه در فضای اینترنت را میدهد به زمین نویسنده مثلا اگر کسی مزاحمت ایجاد کرد یا گروهی تروریستی اقدامی در فضای مجازی انجام داد نباید توسط سرویس هایی مثل تلگرام به نهادهای نظارتی ما گزارش شود چرا همه چیز با عینک سیاسی دیده می شود به زم نویسنده روزنامه شرق در همه جای دنیا قوانین بازدارنده وجود دارد و همه ملزم به طبعیت از آن هستند و اگر عده فکر می کنند می توانند آزادانه و بدون پایبندی به هیچ قانونی در کشورها فعالیت کنند جای تعمل بسیار دارد البته نگارنده روزنامه شرق این نکته رو گویا نادیده گرفت که بالاترین میزان دستگیری ها و بازداشت ها در ایران از سوی پلیس فتا همانو دستگیری و بازداشت وبلاگ نویسان و کشندگان سیاسی است که در عرصه مجازی میکوشند و در این حوزه بالاترین میزان دستگیری ها رو شاهدیم و در واقع این بدبینی ها تا حدود زیادی به حق به نظر می رسد که ایشان مخالف بودند الا ایو حال و با این مطلب از روزنامه شرق وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد ضمن دعوت از شما و بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر که شرح تکمیلی آخرین خبرها و گزارش دریافتی از چهار جهان است این جانب از محضر شما خوبان خدا حافظی می‌کنم. لازم به توضیح که از محضرتان عذرخواهی کنم گویا برنامه امشب تا حدودی در فرایند تدوین و همینطور سیستم نور دچار مشکلاتی شده بود که پیشا پیش اپیش این نقصان و کاستی رو به لحاظ تکنیکی از محضرتان می کنم تا شامگاهی دگربار بامداد روشن بدرود